اینجا. برانکو بیا 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 اینجا. برانکو کیه؟ برانکو ایوانکوویچ، مربی پرسپولیس. فوتبالی نیستی نه؟ نه. برانکو ایوانکوویچ. برانکو ایوانکوویچ. مترجمش هم باشه. چلنگر. 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 خیلی بی‌نظمی شده. خواهش میکنم لطف کنید بشین تو سکواتون که همون زودتر بلند شه. داداش منظورتون همون صندلی هامونه دیگه. ببخش خب بس که بلند کردم اونقدر شروع کردم. پس هرچی تیم ملی و پرسپولیس حالا باخته اصلا این ترجمه کردن شما. قول داد به شما، من قول میدم از طرفشون که به محض اینکه به تهران رسیدیم ایشون در خدمت شما خواهد بود. قول میدم. آقا بس خودتون یه عکس بگیرید. کجا تشریف میبرید؟ میخوام برم اون وقت. شما مسافر کلاس اکونومی هستید، ورودتون به فرست کلاس ممنوعه. میخوام برم اون مربی پرسپولیس عکس بگیرم. همین لطفا بفرمایید سر و جاتون، لازم هواپیما رو به هم نریزید. ممنون میشم. لطفا بفرمایید. ممنون. میگن جان جانت میبلا یه لطفی میکنی؟ من میرم اون جلو. خب وقتی رسیدم اونجا این دکمه مهمون دارو بزن. خواهی بیرون پشت عکس بندازی. آره بله بفرمایید امرتون. آب میخواستم. بله یه دونه برداری. بفرمایید امری داشتین؟ من نه، ایشون گفتن زنگ بزنم. بفرمایید در خدمتتون هستم. آب میخواستم. آب همین الان یه دونه برداشتین. برای ایشون میخواستم. بله بفرمایید. مرسی. خواهش میکنم. نرگس خانم سلام. نرگس خانم ما الان از کوره رسیدیم فرودگاه قطر. هواپیما داره را میافته به سمت تهران انشالله. ببین به نوید بگو تو هواپیمای ما آقای برانکو ایوانکوویچ هستش. ایوانکوویچ. ایوانکوویچ.
من به مامانم گفتم که من نمیام، ولی شما بریم به سلامت، فقط بهشون بگو مواظب جاده باشن. بارکلا بزنم بودو. آقا سلطی، آقا سلطی، بابام داره میاد، بابا راکویش هم داره میاد. ای چه خوب شنیدی؟ باباش داره میاد. سه ساعته والا سر من داری زغال میگردونی یا پدر من؟ بابا فرخ داره میاد، آدم مهمه والا، باید براش اسفند بکنم دیگه. آها زغال اسفنده، شما اینقدر مشتاق اومدن فرخ بودی؟ خب بیرفتی فرودگاه استقبالش. تو داره خونش دخیل بستی، من برم فرودگاه؟ من که اسیر این پابندم، والا میرفتم فرودگاه از اونجا پولش میکردم، نوکرش هم بودم. پسرم تو خودت علاف کردی، اون به تو دختر بده نیست. چرا دختر بده نیست؟ چه به من؟ چه به من؟ گل شد. نه زد تو ات. بابا ولش کن، دنبالی چی استقلال؟ الان امید داری به این تیم؟ نقلی گفتش که نمیام. خیلی خب باشه، شما 10 دقیقه بیشتر فرصت نداری حاضر شی. بجام ببینم. هانی خانم، این دفعه چندم شما این سوئیچو گم می‌کنی؟ ما مزیتش نگو، هر کسی یه مشکلی داره دیگه. مشکلشون اینه که کودنه. هیچ خبر حرف زدن راجب خواهرته. تا حالا داری توی کتاب دنبال سوئیچ می‌گردی؟ برو تو آشپز کن، هر بگی. چه داره بازم ابله. باز شروع شد. الان شروع میشه. الان دیدی بس. الو سلام، حال شما چطوره؟ قربون شما خانم مرادی. بله خیلی ممنون، شما خوب هستین؟ قربون شما. بله به سلامتی. بله سلامت باشین، دل شما روشن، قربونتون برم. نه دیگه قربونتون برم، آخه باید بیاد که من رو جو بخواستگاری باش حرف بزنم. خدا نکنه چه حرفیه، انشالله سایه آقا جون سالها بالا سر ما باشه. آره آقا جون تاج سر ما هستن. بعد نه یه دقیقه خانم مرادی ببخشید، من یه خورده الان گیجم، حواسم سر جاش نیست، چون فرخ رسیده، ما باید بریم فرودگاه، یه ذره عجله دارم. من بهتون زنگ میزنم. نه زنگ میزنم با هم هماهنگ میشیم. بله قربونتون برم فعلا. خدا حافظ. چه خبره کیه؟ بابا بیاد از این خواستگارو کنسله ها، من کش ندارم این پسری چلغوزون نگاه کنه. شروع مامان، اینا ضمانت وام بانکی ما رو کردن درست عزیز من، گوش میدی؟ بله. ولی پدر من که برگرد از این دوره، حقوقش انقدر میره بالا که من از این مهندس میشه. بعد ما دیگه نیاز نداریم سر جلو هر کسی خم کنیم. چرا گوش نمیدی به مامان؟ هانیه بابا چرا حلقش دستش نکرده؟ حالا نه که همه عمر مسلط دست میکرده که دستش کرده؟ احتمالا بابا با دو تا دارش چشمادو میپاشه بیاد. افتیان فوتبال اشتباه گرد هستم، فراموش کن، بگردیم دوباره سویچ. آخرین بار سویچ رو کجا دیدی؟ نمیدونم، دست من بود. نمیدونم بابا. بله حالا که حقوق بابا زیاد میشه دوچرخه با شاگرد اولی، البته بعد از درست کردن این دیوونه خونه. نبی دوچرخه چیه؟ بابا که بیاد قصه قالی بافی رو میدیم، درسته؟ قصه قالی بافی هم بدیم بابا، پیشرفت کنیم، پیشرفت کنیم، کارخونه بزنیم، شعبه های بزرگ، تبلیغ باید بدیم. بسه بابا گوش کن، تبلیغ میدیم فرش فرخونده و فرزندان به جز این نمانیه این نادر. ای باش پنج دقیقه به جو بردم که سویی که پیدا کنیم حاضر شیم، وگر نخورم تاکسی میگیرم تنهایی میرم. چه خبر پایی؟ چی شده؟ چی؟ بیرین حاضر شیم ببینم. شما قهرمان شدید. بابا من دارم میرم. خدا راست نشو بگو. چی رو راست بگم؟ تو داره میره استقلال یا نه؟ برانکو کیه؟ وای نرگس خانم مربی قدیم پرسپولیس. خب بره به سلامتی. نکن این کارو. حالا چی گفته داره میره؟ برانکو میاد استقلال، بشین تا برانکو بیاد استقلال. حالا اون بچه سال یه چیزی میگه، بابا برانکو کجا بود؟ بچه سال چیه؟ من اقلی؟ من اقلی؟ من چی کار داری؟ بعید مگه نگفت فرخ و برانکو توی هواپیما بودن؟ اصلا نمیدونه برانکو کیه؟
مادر چرا حرف بی خود میزنی؟ خوبم میشناسم برانکو ایوانکوویچ، چرا نمیشناسم؟ بفرما خوردی؟ اگه فرخ میگه راست میگه، تو هم جمعش کن. نن اقلیم نمیدونه، نمیدونه چرا نمیدونه. ببخشید ببخشید، دست درد نکنه، غلط کردم. بده من میگم نن اقلیم بعد از این همه سال نمیدونی من چای نبات میخورم؟ و این نباتش رو اگر امام بدی نباتش هم میدم، چرا نمیدونی؟ دست درد نکنه. اگه تیم خوبی بودی میمون بر من. اگه تصمیماتی خریدینش که آدم ها دو دستن، یا تو زندگیشون موفقن یا طرفدار استقلال. ببین تو کجای ما اون کوچیک بازی میکنن، طرفدارش بیشتر از استقلال. خیلی خوب. بدبختی ما فقط مشکلمون استقلال و پرسپولیسه. آروم باشی خانوم. اگه خانوم. بله. ما پای دار قالی که اینا میبافن که استقلالیان دیگه نمیشینیم. خدا آروم باشین. تو سر این سویچ رو پیدا کنین. دیر شد این مرد مون تو بیابون. سویچ دیگه. این دست شما درد نکنه. خسته نباشی. باران جان جانم. این تموم شد دیگه، نمیخواد رنگ رو سرش اینو پهن کن روی طناب دیگه، گازم خاموش کن. خب تازه شی واسه این شهر. خدا پرتو پهن. پس چرا نمیای شما؟ آره من فکر میکنم ما الان فرودگاهیم، نمیدونم هنوز ما راه نیفتادیم. بابا اصلا همچین فکری نمیکنه، چون میدونه دخترش قد دادگاه تجدید نظر همین حکم دادگاه بدویر تایید میکنه. میره کجا؟ میره دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور هم همین حکم تایید میکنه. با تو تا بره برگرده یک سال تموم شده دیگه. شما میخوای تبانی کنی، مبانی کنی، هر کاری بکنی، سب کنی، تمام. امویی بیه بابا. چرا نمیای؟ خب نمیشه دیگه، میبینی که پاهم حواسم نبود. بیپ میکنه، بیا. اگه دادگاه تجدید نظر تخفیف داد چی؟ نه دیگه دادگاه تجدید نظر تخفیف نمیده. 200 ما رو بکش. 200 تومن؟ نیم ساعت که نشد. چه خبره؟ بابا دهنتو پرو خالی نکن. 200 تومن 200 تومن چیه؟ تو 200 تومن از من میگیری بری 200 ولی من موکلت میگیری. نیم ساعت رو دیدین شما؟ این عمری که من گشتم اینا رو یاد گرفتم ندیدین؟ این عمری که به حکم قاضی محترم دادگاه 300 بار رو قانون جزا رو نویسی کردم، یه چشم عشق بود یه چشم خودکار، اینا رو ندیدی؟ خب الان شما میری واسه خودتون میچرخین، اشغالتون رو میکنی، من دوباره اسیر و عبیر اینم. این بندگی های ما رو نمیبینین؟ نه همین 200 تومن بشه شده من. بکش بابا 200 تومن رو بکش. یالا یالا یالا. سلام علیکم. خوب خیر مقدم عرض میکنم ورود پدر رو. من دوست داشتم در معیتتون باشم. ببخش من مزاحمتون شدم. من نمیتونم خدمتتون بیام. این الان بابا بیامش. بکش آقا بکش، خودت بکش، خودت بکش. شاگرد اول باشی. حالا اگه من شاگرد اول نشم برام دوچرخه نمیگیری؟ چرا؟ بیا روشن کن ببین چی برات آوردم. او برانکو وحید ای بابا تو هنوز این بالایی فرخ این بچه رو بزن
زمین چیه دیگه گرد از نبود یواش یواش ای بابا بابا برو کنم این دو تا بزرگا جا نمیشن خب توی صندوق پراید ما باید یه کوچیک یه بزرگ بذاریم اینجا یه بزرگ بگیریم بغلمون نه مامان جان چی بغلمون تا تهران تصادف میکنیم مامان درست بابا مامان درست میگه ما 5 نفر آدم چجوری با این چند دونه بزرگ عقب بشیم نمیشه الان 5 نفر اینجا نمیشیم دیگه درسته اگه 4 نفر بشیم جا میشه یعنی چی گوش بیاد بابا نمیشه آروم سرش بابا سرش چیزی هم خواست صدامو میکنه دیگه نه باز خطر داره خطر داره نه خطر میشه میلش رفته چپیده یواش سرشو بپا سرشو بپا نمی تو چرا همچین میگی گوش میدی ها درست کنیم بابا حالا چیکار کنیم آقا جان آقا بیا اینو بابا نه بس بابا بچرخون بچرخون آها حالا اون بزرگرم بذاری بزرگه کوچیکه بزرگ بذار 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 میشه قشنگ قشنگ بذار یواش بابا یه بار بابام نکنه اومد سرتو به پای قهرت نزن آره سیما فیلم بگیرم بگی 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 بریم بعد شروع کنیم خوندن خب بریم 1 2 3 4 پدر من پدر من تو یاری و یاور من لالای لالالالا لالالای پدر من پدر من تو یاری و یاور من لالای لالالالا لالالای پدر چه مهربونه رفت کره دست بخونه سرکارگر نمونه این آخرش خراب شده بچه ضعف کرده نوید به کی نوید دیگه نوید به نوید بده دیگه اگه جورش نوید که اینجا نیست نوید کجا وایسا وایسا بزن کنار بزن کنار بزن کنار بچه‌ها تو صندوق عقب مونده من نمیدونم یعنی چی فکر میکنی فقط از خاطرهای کره تعریف نکن حواست به بچه باشه لطفا خدایی بچه همون به دوزه برگم یه جایی پیدا کن برگرد دور بزن کیه 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 با بیست و سرعتی نمیشه گاز بگم بابا جولم میشه آقای سمدی سمدی حالتون چطوره آقای سمدی من خیلی وقت رسیدم دور برگرد و پیدا کن شما کجا تشریف دارید دور بزن فرانیا باشه مامان جان بچه بچه همون جا بمونید دارم برمیگردم اسم نوید رو بگو اسم نوید آقا سمدی یه خواهش ازت دارم لطف کنید من بچه‌م تو فرودگاه جا مونده اسمش نویده پیجش کنید پیش خودتون نگرش تو من برگردم کجا بودی نوید؟ خوبی؟ کجا بودی مامان جان؟ من یه لحظه رفتم پیش آقای چلنگر شما رو کیا گذاری؟ آخه شما بی خود کردی بی اجازه من ول کردی رفتی پیش آقای چلنگر نمیگی اینجا شلوغ گم گور میشی یه بلایی سرت میاد من معذرت بخوام قربونه شکلت برم من میری بچه سوار میشیم ببخشید زحمت شد برای شما ببخشید بچه هست دیگه ببخشید خیلی معذرت میخوام ببخشید ببخشید که ما دیر رسیدیم اختیار دارید آقای صمدی و صمدی بنده هستم شما هستید و آقای مددی آقای مددی ببخشید بله آقای مددی ببخشید اینا از مدیران ارشد کارخونه هستن البته بنده که منشی هست بله بله ببخشید منشی مدیر عامل هستن منشی ترابری چیز دیگه بله شما برید دیگه بابا جون برید به کارتون برید شما با ما نمیاد نه برید خونه من با دارم منم کارخونه دیگه آقا کارخونه که خب حالا الان که تازه راه اومدی خسته فرد خب کارخونه جناب افشار
تدارک خیلی ویژه‌ای برای جناب فرخنده دیدن. بله، چون از این به بعد ایشون دیگه چشم و چراغ کارخونه ما هستن. باشه پس ما میریم شما زود بیاید دیگه خونه. خداحافظ. بازم ممنون. دست شما درد نکنه. بیا بابا، بیا بابا، بیا بفرمایید. قربونت برم. موافقی تو، تو موافقی تو منه. قربونت برم. رو سفیدم کردی. جمعت کرد. ما با هم داداشیم دیگه. بزنی. 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 ممنونم آقا. بزنی. بزنی. خیلی ممنون. چطوری تو؟ خوبی؟ سلام سلام سلام. حالا چطوره؟ سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما. احوال شما. مخلصی قربان. خیلی خیلی خوشحالم. زنده باشید آقا. تشکر از شما. ممنونم. من این سرمایه‌ام کلاً الان دست توی. قربون شما برم. این تخصصش تو یاد گرفته، دوباره این کارخونه به سر زبان‌ها میفته. انشالله. دوباره این کارخونه برمیگرده، میرسه به اوج خودش. انشالله. من قول میدم که حتما این اتفاق میفته. انشالله. قول میدم. انشالله. قربون شما. دست دست بزنید. قربون شما. زنده باشید. سلام علیکم. خیلی ممنون. زنده باشید. گرش محکمه بگیم برش پایینه. این فرخ فرخنده کیه؟ کشمیش دوم داره بابا. آقای فرخ فرخنده پدر زن آینده است. میگم این پابند نشی بدبخ بودی یا چطور؟ به خاطر این پابند بهونه میگیره همه کارت بزی گردن دیگران. من پابند دارم، صد متر بیشتر از خونه نمیتونم دورشم. من پابند دارم، برو نون بگیر، اینو بگیر، اونو بگیر، بنر، بعد یه بنر رو که دیگه میتونی بزنی، بنر هم ما زدیم. خدا وکیلی خیلی زرنگی، دمت گرم. دیدی چجوری عدوان رو در میابون؟ عدوان رو سسخرسی؟ دفع آخرت بشه عدوان رو در میاری ها؟ آقا نداره بنده خدا، که چیزی نگفت. کی به شما رو شبل کنی؟ برو به چست کارت؟ آقایون، خانما، بدونین بریم به همسایی ها به دوست آشناهاتون هم بگین. کسی از من میاد سوال حقوقی میپرسه، بعدش من خورده فرمایش دارم. هر کی ناراحته نیاد سوال مطرح کنه. خوبه من به کسی دستور نمیدم. نادر سهولتی فقط خواهش میکنه. من خاکم. حالا داریم بحث پرونده رو تمومش کنیم. کارتو بکن، پرونده‌تم بگو دیگه. موکل من دکل مخابراتی دزدیده گرفتنش. چی گفته؟ هیچی، تو اعترافش هم گفته نمیدونم چجوری دکل رفته تو خونه. دکل تو خونه یاروه، بعد میگه نمیدونم چجوری رفته اون تو. بجون با وصلش کن، بکش گرهش محکم بکش، این برش پایینه. بجون بریم 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 بریم. اومد 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 برده 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 آشخان بزنی رفتی. برو 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 برو. این چی آقا نده؟ دیگه بیل برده آقا فرخ رو بردیم بالا دیگه. بیل مگه فرخ قهرمان ورزشی مدال آورده که واسهش برر زدین؟ دیگه تاج سره دیگه، ستونه بابا آقا فرخ. آقا اینو بیاریم پایین، زشته تو محل. بریم بچه ها، بیاین زودتر. کجام هست که سلام. کجه دیگه شما میفرمایین حتما کجه. پس آقا فرخ رفت با خونه اون
اونجا واسه جشن گرفته بودن. رفت یه سر اونجا. شرمنده ها نرگس خانم، کاش خبر داده بودین من نیم کیلو اسفند ریختم روی ذوقم. قربون نست، کار خوبی کردی واسه ما ریختیم. ما آدمیم دیگه. بله، جشن غافلگیری سر جای خودش هست. فقط باید به خاطر این ترفیع این جشن رو در خور برگزار کنیم. بریم با هم تقسیم کار کنیم. نرگس خانم، حالا که آقا پست و مقام گرفته، حقوق عقب افتاده ما رو هم بدین. نه تنها حقوقای عقب افتاده، بلکه پاداش هم بهتون تعلق میده. خدا از دهنت بشنوه. واقعا دیگه نمیدونستم برای دادای مادرم باشه. الهی من بمیرم، من شرمندم. برای سلامتی آقا فرخ صلوات. خوب است، کجاست؟ رفته تو خونه؟ آقا سلطی بابام نیومد. آها، حدس می‌زدم. حق داره اون بنده خدا. آقا کی میاد یه کارگر ساده رو بفرسته بره کره؟ اونم با این همه بدهی. قضیه وام کارگاه و این حرفا رو هم نمیده. اون فرار کرده رفته. آقا سلطی یعنی چی؟ تو خدا اگه چیزی هست به من بگید. طاقتش شنیدنشو داریم. بابا اصلا خبری نیست. چیزی آقا سلطی چی حرفی می‌زنین ها؟ مثلا اگه پناهنده شده به کره یا فرار کرده. خانوم من آخه این چه حرفیه؟ برای چی باید فرخ پناهنده شده باشه؟ تازه اونم به کره. شمالی؟ شمالی که اشتباه محضه. آقای سلطه من شنیدم میگم کره جنوبیش بهتره، گرمتره. نه ولرمه. ای بابا پناهندگی به کره کار اشتباهیه. آقا فرخ هم اشتباه کرد. پناهنده چیه؟ التماس کردم با من بمونه نمونه. وحید دقیقه آروم باش خانوم، توجه کنین. من که بهتون گفتم فرخ برگشته فقط به خاطر این ترفیع، مثلش این جشن کوچولو گرفتن رفته کارخونه. من مطمئنم تمام بدهیایی که بابت این لوازم قالی بافی داریم و حقوقای شما همه رو یه جا میده. ممنون دست شما در دکوره. فرخو دیدی چطور بود؟ سلام. بله عالی. یه آبی هم زیر پوستش رفته، حالش خوبه. خوبه الان میاد. خدا رو شکر. خانما کارگاه قالی بافی امروز تعطیله. بریم برای این جشن در خور ترفیع فرخ یه برنامه ریزی درست حسابی کنیم. یه چند ساعت دیگه میرسه. بفرمایید. بله بفرمایید. نه فقط این کارخونه، بلکه همه ایران با حضور این فرد یعنی فرخ فرخنده همه باید افتخار کنه. من هیچ وقت در زندگیم از بالا به پایین نگاه نکردم. فرخ از نظر من نه کارگر، مهندسه، حتی بگم دکتره. مردی که باعث شد با راه اندازی این دستگاه ما دوباره جذب کار کنیم. فرخ جان چند کلمه هم شما صحبت کنیم؟ ممنون از لطف شما. تشکر از جناب آقای افشار، خیلی ممنون. تشکر میکنم از شما. بدونید من نماینده شما بودم و هستم و خواهم بود. این دستگاه تا چند دقیقه دیگه را میفته و این دستگاه در زندگی شما شما همه ما تغییر ایجاد خواهد کرد. مطمئن باشی تغییر ایجاد خواهد کرد. درود بر شما. ممنونم از شما جناب افشار که این فرصت رو به من دادی. متشکرم. پشته ساقی اگر بکست نمیدونم بدار از من در ساقید ساقی سینی ببخش سلام علیکم. خوش گلیت. خدا رحمتت کنه مرد. چقدر دلم میخواست الان زنده بودیم. شادی و موفقیت پسرش رو میدیدیم. سلام ننه. سلام. من مزاحم نمیشم اصلا، شما شرایطشو نداری. نه پسرم مزاحم نیستی، مراهمی. فقط میخواستم یه خورده با خودم خلوت کنم. خلوت کن شما، خلوت کن. فقط
من یه نکته بگم برم من مزاحم نمیشم. این مرادی اینا دوباره داره سر کلهشون پیدا میشه. اینا بخوام بیان من پاشونو میبرم از اینجا. بعدن نگی نادر خون را انداخت، نادر شهر کرد. پای اینا رو ببرین از اینجا. مزاحمم دیگه نمیشم. خداحافظ شما. باشه بعدن راجع بهش حرف میزنی. بعدن حرف میزنیم. بعدن حرف میزنیم. ولی یه چیز من برای چی دوباره اومدن دارن راجع به خواستگاری اینا حرف میزنن؟ من خب سرم بره، من نمیذارم پای اینا اینجا باشه. تو که خلوت منو به هم زدی. اقلا تو راحت حرفشو بزن. اصلا من هیچی. این آقا فرخ حاضر به این مینی پوها رو بده دخترشو؟ بیا اینو بخور، خونه تو بی خود کثیف نکن. پسر من تا خیالش راحت نشه که هانی از ته دل راضیه هیچ تصمیمی نمیگیره. آفرین، دل اونم که راضی نیست. برای اینکه هانی عاقل تر از این حرفاست که فکرشو کنی. آره دیگه، اگه عاقل نبود که الان زن یکی از اینا شده بود تا الان منتظر من ما نمیستاد. خیلی خوش خیالی، اون منتظر تو نیست. خب من میگم الان امروز حوصله نداری رو فرم نیستی، من چیکار کنم؟ پسر جون، اختیار هانیه بعد از پدر مادرش دست خودشه، نه من. از منم بی خود انتظار نداشته باش. الان امشب مهمونی آقا فرخ، دوباره اینا میخوان اولشم پاشم بیان اینجا دیگه. آره مادر تو اینجایی؟ آره اینجام. اون بالا چیکار می‌کنی؟ بابا حالا من بنده خدا تنهاست یه سر بزنم دیگه. زغال کجاست؟ چه میدونم زغال کجاست؟ میگم ننه زغال داری؟ زغال ما کجا بود؟ اصلا زغال به چه کار من میاد؟ فکر بد نکن، میخواستم دو سیخ جیگر کباب کنم بدم این بچه بخوره یه خود جون بگیره. میگم ننه تو این بساط دیگه کم شربت و معجون چیزی پیدا میشه، بدیم این بچه بخوره گوش بیاد رو استخونش. نگاه دراز و دیلاخ شده. پدر برو الان میام. زغال کجاست؟ الان میام برات پیدا میکنم. زود بیا. الان میام را میندازم. من اقلی، من به جز شما کسی رو ندارم دیگه. امیدم فقط به شماست. بعد خدا تو رو خدا بر من یه کاری بکن. امیدم و ناامید نکن. پسرم توکل تو به خدا کن، نه من چیکارم؟ توکلم به خدا هست. باش که خدا مرگم بده، من به خدا شرمندم. این باران ما عجوله، میخواد یه کاری رو درست انجام بده و زود تمومش کنه، اینجوری میزنه خرابکاری میکنه. اشکالی نداره، من برای این اومده بودم. میدونم شما برای چی اومدی خانم مرادی. من شرمنده شما، شما ضامن ما شدین واسه این واممون توی بانک، حالا اقساط ما عقب افتاده، هی داره واسه شما اختیار میاد. من سوختم، یه ذره بچرخ. ببخشید، من واقعا عذرخواهی میکنم، ولی فرخ داره ترفیع میگیره. من مطمئنم با این ترفیعش تمام مشکلات ما حل میشه، بدهیامونو میده. سوختم نرگس جان، داری صحبت میکنی اینم بچرخش. واقعیتش اینه که من اومدم خدمتتون یه وقت برای خواستگاری تعیین کنیم. خب از اون طرف آقا جون بنده خدا سنش بالاست، عمرش به یک موی بنده همین. آه ولی آخه واقعیت اینه که من همین الان تو راه فرودگاه تازه با فرخ حرف زدم، بذاری برسه بعد من بهش بگم چشما در خدمتتون هستی. سوختم نرگس جان، وقتی حرف میزنم به چرخ دارم میکرم. در واقع من اومده بودم یه تاریخ مشخص کنم برای خواستگاری، چون آخه آقا جون سنش بالاست، عمرش به یه موی بنده. میفهمم، ولی این اومده بود. میفهمم، بله حق با شماست. انشالله خدا سایه آقا جون رو برای ما حفظ کنه، نگه داره. منم حالا امشب فرخ اومد، اما فقط بهتون بگم خانم مرادیا، ما برای هانیه تصمیم نمیگیریم. هانیه هر چیزی که خودش بخواد اون کار انجام میشه. سوختم نرگس جان، وقتی داری حرف میزنی نه بچرخون. چشم این وقت نیست بوده اصفایی میکنم. به نظری نمیتونی دوتا کارو با هم انجام بدی؟ کاری نداره. یه کاری خورده سخته، ولی چشم هست من. ببین نرگس جان، آقا جون سنش بالاست. بله. اگه بشه ما این دوتا جوون رو به هم برسونیم، آقا جون دیگه هیچ آرزویی تو دلش نمیمونه. خب؟ بله. همه عروسی های فامیل رو رفته، فقط مونده سالار من. وای! سوختم! خانم مرادی دیدی نمیشه؟ درجش زیاده، درجش. HD FCI KG Okay. دست بدم. نه آقا، نه چرا بخوای دست منو ببوسی آقا؟ آقا من چرا باید دست رو ببوسم؟ من میخوام دست رو بلند کنم، همه چپ بزنم. بلند کن، دست بلند کن. وقتی یک کار من از جون میدید
برای سربلندی کارخونه و تولیدش احترام میذاره، ما باید همون به غیرت شرف این کار من افتخار کنیم. دست در میدونیم. خصلت خوب داشته باشه یه طرف، این دست و دلبازیش یه طرف، ببین آخه چه کرده. سنگیتر رو بگیم رنگ مورد علاقه منه، میدونه من چقدر زرد دارم. خیلی خیلی گشاده بابا. نه این مدلش من کم لاغر شدم این چند وقت. ببینم مامان قدم آورده با این دیگه، حتما برای من خدا رنگ 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 و وای 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 رنگ مورد علاقه منه، فقط خیلی گوش اینم خیلی گشاده. این به دست من میخوره، سازش به من میخوره. مرسی، دستش به من میخوره. وای دیگه مطمئنم مال منه. این عاشق سرمه پارچه رو ببین چیه آخه، که اینم خیلی گوشاده. اینم به دهت من میخوره. خیلی گوشاده. خواه خیلی مهربونی دستش دارد. ببخشی جمس خانم، شوهر من برای چی باید باز شما این لباس آورده باشه؟ خب من آدم خوبیم، آقا فرخ منو دوست داره. یعنی من که جمس خانم رو ببین بالا آقا فرخ باشه ما که هیچی نیاورده. بگه من اول برای خانوادش بیاره یه بارا جانسه در بقیه. دعوا نکن، ببین شما اون دوزی نگاه کن، ببین سایز به چرا یه چیزی سایز ما باید باشه. جان شاید اون کمه دون باشه، شما صد رو واسه قالی بافا آورده. پاسورو باز کن مامان جان، ببینیم چی داره. بعدم هست این چه قاشق ژاپنیه؟ شاپستیک سوشی ماهی خام. جان خود ببخشید، بده من شمسی خانم پاره میشه لباس، بده من شمسی خانم پاره میشه لباس، بده خودش بیاد بهمون میگه که چی برای چی آورده. صد دفعه بهت میگم اینا رو باز نکن. ببینم باران جان نکن، خودش بیاد بگه چی مال کیه. ببند هی حول جلو همین رو باز کنه. زندگی کوتاه، یک دمه با یک آه.